بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. چطورین؟ امروز اومدم یه روژگونه جدید خیلی هیجان انگیز با هم امتحان کنیم. دقت کردی چقدر این چند وقت اخیر کمپانیا هم روژگونه میزنن هم لیپ گلاس؟ کلن این دوتا الان خیلی رو بورسه. حالا اینایی که من میخوام امروز امتحان کنم از برند کوزسه و اسمشون هست Blush is Life، یعنی روژگونه زندگیه. و اینا بیک شده هستن، از اینایی که دیدین حتما پودرایی که اینجوری مهدبن که اینا رو واقعا بیک میکنن، یعنی میذارن تو فر میپزن و میگه پوستتون رو روشن میکنه و خوشگل میکنه و یکم براق و این حرفا. و من سه تا رنگش رو آوردم که امتحان کنم، حالا ببینیم که شاید هم بتونم دوتاشو بزنم. خب این پکیجینگشه، این رنگ اسمش هست Butterflies، این یکی اسمش هست Dreamland. یه رنگ نود صدف پسند بسیار بسیار خوشگله که اینو شاید من بتونم مثلا یه خورده اینجا هم بزنم، اون یکی صورتی ها رو یکیشو روی سی بگونم بزنم. این یکی اسمش هست Euphoria که به نظر میاد این از همشون باید براق‌تر باشه چون که اون قسمت‌های ماربلی روشنش بیشتره. تو شایدم نه، فقط روشن‌تر، اونجوری براق‌تر نیست. من اول از این رنگ Dreamland یه ذره میزنم. فعلا ببین اصلا پودری نیست، وقتی که براشو توش میزنی اصلا بی خودی پودر نمیشه، ولی روی براش به اندازه کافی میاد. حالا باز برای اینکه ما سیف باشیم من این خورده پشت دستم پاکش میکنم. منم الان فاندیشنم رو فیکس کردم، یعنی پودر روی صورتم دارم. چقدر طبیعیه، اونجوری پیگمنتش کشنده نیست. برای همین الان که من دارم دوباره توش میزنم دیگه یه راست میزنم به صورتم چون دیگه خیالم راحت شد. میتونی رنگشو کم کم بیلد کنی، از اون اول یهو یه رنگ خیلی پر رنگ نمیده بهت که هم بلند کردنش سخت بشه هم ندونی دیگه باش چیکار کنی. و یه شینی داره، یعنی یه برق خیلی ملایمی داره. بذار اون برام بزنم، بعد از اون صورتیه اینجا بزن. وای چقدر خوشگله این رنگش، خیلی کیوت تر رنگش رو پوست تا اون چیزی که این تو آدم میبینه. اینجا یه ذره به نظر خسته کننده میاد رنگش، ولی روی پوست اصلا اونجوری نیست. اینو بزنم دیگه، به تاپم هم میاد. رنگ Butterflies، پروانه ها، قشنگ پروانه یه. بای این یه ذره خطریه، بزنم اینجوری. این رنگه یه خورده پیگمنتد تره، برای همین باید حواستون باشه. خداوند چقدر اینا بامزن. و فقط برای اینکه عریضمون خیلی خالی نمونه این یکی لپمو از این میزنم به اسم یوفوریا. ببینم این یکی چه شکلیه. این یه ذره انگار از بقیه پودری تره. وای چقدر انتخاب سخته، خدا چیکار کنم. من اینا رو خیلی خوشم اومد. میدونی من وقتی که خودم روژگونه میزنم، خب من اینا رو دارم با این پلت های Hourglass مقایسه میکنم که واقعا زندگی منن اینا. اینا رو شما، یعنی من وقتی که میزنم، البته اینا فکر میکنم جفتشون دیسکانتینیو شدن چون هر چند وقت دفعه Hourglass این پلت ها رو چیز جدیدشو میده، همشون لیمیتد ادیشن هم. ولی من روژگونه رو میزنم، بعد از این رنگ دیفیوزر که هایلایتر نیست ولی دقیقا یه همچین افکتی به پوست میده، یه برق خیلی حالت ساتنی، نه اصلا اکریلی و اینا نیست، به پوست میده. حالا این یه خورده براق‌تره، ولی من با این پلت یه همچین چیزی رو آخر به دست میارم. ولی این انگار همه اونا رو توی یه دونه روژگونه داره و من از اینا خیلی خوشم اومد. خیلی رنگای دیگه شون هم حتما امتحان میکنم. فکر میکنم که اوکی بذار خیلی خوش شدم. بذار خیلی زود نظر ندم، بذار آرایشم تموم شه برگردم چند ساعت اینا بمونه ببینم چجوری رو پوست مونده و فلان از این قرتی بازی ها. بعد آخر سر میگم که اینا به
کیف لوازم آرایش من راه پیدا میکنه برای آرایش تولد یا نه. خب من برگشتم با آرایشی که کامله ولی 7 ساعت ازش گذشته. قبل از اینکه راجع به روژگونه حرف بزنم چون میدونم شاید بپرسین، روژی که زده بودم این روژ برند YSL مدل لاف شاین و رنگ و ایناش هم براتون توی کپشن مینویسم. خیلی رنگ خوشگلیه. همین الان بزنم. میبینی؟ قشنگ از این صورتی با مزه هاست که ولی صورتیش مثلا چشمو نمیزنه، خیلی خوشگله. بریم سر اصل مطلب. همون جوری که احتمالاً حدسشو میزدید من از این روژگونه ها خیلی خوشم اومد و فکر میکنم آره دیگه تا اینجای قضیه اولین محصولیه که به میکاپ بگ من برای آرایش تولدم راه پیدا کرد. آقا همه دست بزنیم. جی 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 جی. مفتخرم که اعلام کنم این روژگونه های کوزس کاملا از هر نظر اپروف شد. این رنگی که داره، این شاینی که داره، کلن مدلی که پخش شد، پیگمنتش به اندازه بود، اگه میخواستی کم بزنی کم رنگ بود، یهو زیادی نمیومد و اگرم حتی زیاد میزدی بلند کردن و پخش کردنش روی گونه اصلا کار سختی نبود. لایک گنده، یعنی در این حد از من میگیره و من اینا رو حتما یه رنگیشو واسه آرایش تولدم استفاده میکنم. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. من میرم و شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.